الان ما در قسمتی از سعدآباد داریم با شما صحبت میکنیم که به عنوان محله جعفرآباد در حقیقت شناخته میشه. همطوری که میدونین یا ما در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، سعدآباد در دوره قاجار از محله های مختلفی تشکیل شده بوده و یک قسمت از اینجا رو ما به عنوان سعدآباد میشناسیم که عرض خواهم کرد خدمت شما. نقطه‌ای که ما الان هستیم روبروی من جایی هست که الان به عنوان میدان جعفرآباد اون رو میشناسن. پشت سر من دو تا ساختمون میبینین، ساختمونی که در حال حاضر موزه مینیاتور استاد فرشجان هست و یک ساختمون دیگری که در پشت اون قرار گرفته. این دو تا ساختمان و باغ میتوانیم اولین ملکی اون را قلمداد بکنیم که در دوره پهلوی انتخاب شد برای، البته در دوره قاجار انتخاب شد برای سردار سپه جهت اقامتش و خریداری شد. مالک این ساختمان معروف هست به ابوالفتح قهرمانی سردار اعظم. ابوالفتح قهرمانی نوه کسرائیل خانوم بانو عظما افتخارالدوله دختر ناصرالدین شاه هست که اینجا بخشی از اراضی خاندانهای دوره قاجار بوده، در اختیار اینها بوده. اینجا را شخصی به نام رضا شریعتزاده معروف به حاج آقا رضا رفیع که پیشکار رضا شاه بود برای سردار سپه خریداری میکنه در قالب اندرونی و بیرونی. در حقیقت اون ساختمان شمالی میشه اندرونی و ساختمان جنوبی میشه بیرونی به وسعت 7000 متر. دلیل انتخاب اینجا این بوده که قبل از اینکه اینجا رو در حقیقت انتخاب بکنن و بخرن، در تابستانها به خاطر هوای مطبوعی که شمیرانات داشته، سردار سپه اراضی جنوبی اینجا که متعلق به خانواده نصیرالدوله بدر بوده، میرزا احمد خان بدر و بعد از اون میرزا محمود خان بدر، اینها را برای سردار سپه اجاره می کردن و تابستان ها در این باغ اقامت داشت. این اقامت در داخل این باغ باعث توجه سردار سپه به این قسمت از شهر و اینکه اینجا را مناسب می دونن برای اقامت میشه. خب اون قسمت متعلق به عرض کردیم خانواده بدر هست. در اسناد تاریخی که وجود داره مربوط به سالهای هزار، حدود سالهای 1285، ما عکس‌هایی از این باغ داریم توسط میرزا محمود، میرزا احمد خان بدر که زیر عکساش ایشون یادداشت کرده تصویر در باغ مینوی سعدآباد گرفته شد. ما میدونیم که به این محله میگن جعفرآباد و چرا اسم سعدآباد رو اینجا گذاشته شده. ببینیم پشت این میدان جایی که خیابان غلام جعفری و خیابان دربند با همدیگه تقاطع پیدا میکنن، در حال حاضر یک مجموعه باغ و عمارتی باقی مونده تحت عنوان باغ دربند. تابلوش رو دوستان میتونن وقتی که از اونجا رد میشن ببینن. خب این باغ دربندی که در اون قسمت وجود داره متعلق بوده است به حسین علی خان نظام السلطنه مافی که قبل از اینکه این لقب را بگیره در حقیقت لقب سعد الملک را داشته. ما با کنیه سعد نزدیکترین و مستندترین شخصی رو که داریم که در این اراضی و در این قسمت شهر زمین و باغ و عمارتی داشته، همین خانواده نظام سلطنه مافی و یا نیای خانواده اتحادیه هست.